سلام. سلام. دنبال چی میگردی؟ ببینم پاسبانت کو؟ پاسبان واسه چی؟ تو هیچ وقت بدون پاسبان نمیام. نه این دفعه دیگه پاسبان خبری نی. اومدم چکات پاست بده. کلک بی کلک. بگو ببینم چه نقشه ای برای من کشی. تو ببینی این دفعه نقشه نی. 2,400,000 تومان چکای مردم رو از صندوق حاجی برداشتم. الانم میخوام برم پسشون بگم. دیگه بسته هم بس نزول دادی. نگاه کن این همه چکه. خیلی خوب، شوخی کردیم، کلی هم خندیدیم. پس بنده بگو بیاد، بنده در خدمتم قربان، بفرم. بابا تو چرا باور نمی کنی؟ سب کن. اگر راست میگی باید با من خودم پاره بکنم که اقلا لذتش به دل من بنشینه. کلی پول دادم آخه برای پاره بکنم. فکرت کردی؟ آره. چرم پاره میکنم ما. آره. پاره کنم؟ بکن. پاره کردم با خودم. مدرک از با بردم. راحت شدی. آو دیگه من با حاجی بده کار نیستم. دیدی که همه پولای من داد. همه رو دادی. ولی نه. انصاف بود. آدمی مثل من سرایدار مای 450 مای 150 تومن نزول بدم. اون وقت 8 سال بعد 8 سالم 8000 تومن بده کار باشم. ای بر اون پدرت و لعنت. حاجی با این کاراش با دست خودش گور خودشو کرد. خدا رو شکر قبر کنش کی بود؟ خودش بود. او عمر پدر مردم رو در آورد. ما امشب پدر خودشو در آوردی. این مال تو بود. ببین اینا مال بقیه مردمه. الانم میخوام برم در خونه هاشون پسشون بدم. قربان تو برم الهی خدا عمره. نه خب دیگه بچه من برم سلامت عزیز دلم. خوش آمدی. خدا حفظت بده انشالله. ممنونم. راستی چای نخوردی ها؟ بهتر که نخوردی. برو جان. نزن پیش بریشه یادت باشه نه حالا همیشه محبت.
سلام علیکم. تو چرا این حسابت رو نمیاری بری پسر؟ چقدر صبر کنم؟ میدونی نوز به چقدر شده؟ ببینی با تعریف کنید. سلام آج آقا. سلام. اگه این شب جمعه پولش نیاورد میری سراغش. الان هم برو بانک این چک محسن آقای خیاط برگشت بزن ورد بیار. اگه پولم داشت برگشت بزنه. اون پولش کجا بود پسر؟ الان یه سال نیمه هی امروز فردا میکنه. خب نزولیشو میده عوضه. تو نمیفهمی. برو برگشت بزن بیار بدن جلبش بخوره. تو خفه شو. چشم. آبا این چه کار کی برداشته؟ با تو بودم، این چه کار کی برداشته؟ زلیل برده بگه صدایی منو نمیشته میگفتم این چه کار کی برداشته؟ بیده قربا، آخی شما گفتین خفه شما هم داشتیم میشدیم. گفتم این چه کار کی برداشته؟ ما چه میدونیم آج آقا؟ نمیدونی ها؟ وقتی رفتی کلادری اونجا راستش میگی؟ به ما چه آج آقا؟ جز تو کی واسه بدونه؟ تو از همه چیز من خبر داری، 20 سال اینجا کار میکنی، تو پیش من بزرگ شدی، پس کی باز بدونه ها؟ آخه این بدبختا تو کی به شما پول زور بدن؟ آخ ها، پس زیر سر خودته، بگو کلید کجا برداشتی؟ حرف بزن، ده بگو کلید کجا بردی؟ کلید کجا بردی؟ ده بگو، بگو، بگو! به پلیس اطلاع دادم. دم چند تا از خونه هم که گفتین رفتم، اما همشون میگن ما پول دادیم و چکامون هم گرفتیم، دیگه هم بدهکار نیستیم. آی بگم خدا شکارت کنه احمد، ای فو زحمت هایی که برات کشیدم، این بود پاداش من. همون جا خودتون ناراحت نکنید، حالتون خوب نیست، دکتر خیلی سفارش کرده، شما نباید عصبانی بشید. خدا کنه بلایی سرش نیومده باشه. الان 4 روز غیبش زده. بالاخره امروز فردا پیداش میشه. بیچاره.
نفهمیدم شما برای احمد ناراحتین خانم؟ آخه شما اونو نمیشناسین، یعنی مثل من نمیشناسینش. خیلی پسر با محبتی، همین کاری هم که کرده واسه همون محبت و قلب پاکشه. همیشه میگفت دلم برای این مردمی که اینقدر به حاجی نزول میدن میسوزه، هر کدومشون چند دفعه اصل پولو دادن و بازم بدهکارن. میگفت دلم برای این مردمی که هزاری صد تومن نزول میدن آتیش میگیره. آخه به اون چه؟ خوب دیگه، آخه اون خیلی دل نازک بود، طاقت نداشت اشک کسی رو ببینه. آخرش هم کارد از خودش داد. گفتم الان بیان آمپولتم بزنن. خیلی خوب، اقلا برو با این مردم بی حساب صحبت کن، بگو اصل بدهی رو بدن. اینقدر جوش نزن، اون بیچاره ها که ده دفعه مطابق اصل پولشون نزول دادن. ول کن، فکر حال خودت باش. خوشم باشه، تو زن منی یا حامیخای احمد؟ خدا چه کنم، همه با من دشمنت. خدا خدا خودم ترتیب همه این کارا رو میدم، شما فعلا استراحت کنید. خواهش میکنم. زودترم نمیمیرم و نقشمون رو عملی کنیم. برای بهتره، اما چیزی نداره. دیگه خسته شدیم، دیگه شب حالش هم نداریم. ممکنه ماری اقرب چیزی هم بزنیدون، خوب بزنیم بیتر میمیریم. اما نه، نمردیم نمردیم، حالا با نیش ماری اقرب بمیریم. نه،
این خواب سیر میکنم، بقیهش رو صبح میکنم، سر سلات زورم کار خودم رو یه سره میکنم. اوخی چه تاریکی شب رو چگاه کنم؟ ایمو رسی اون چراخه کلمیت هم داشتم. اینا اینا این چراخه نفتم که نداری؟ چه فکره های کلوفتی؟ من نوکر شما هستم قربان. منم نوکر شما هستم، ولی خودتو بکشی من از تو میترسم. یا اینجا گم شو، اگه نوکر من هستی اینجا برو، من نوکر به این گندگی نمیخوام. من نمیتونم از اینجا برم قربان، شما صاحب و آقای من هستی. برو بیمزده، صاحب و آقای من هستی. من این حرفا خیلی به آجی میزدم. خلاف عرض نمی کنم قربان. عرض می کنی یا نمی کنی من از تو می دردم. یا اینجا برو، یه برو دیگه، مرگ من برو. تا وقتی چراغ روشنه نمی تونم برم. اینقدر دروغ نگو. کجا داری میای؟ وایسا نگیرو نگیرو جلو نگیرو جلو نگیرو. مگه شما چراغ روشن نکردید که من آمدم؟ چرا؟ خب باید خاموش کنید تا من برم. مثل اینکه با همه خریجت راست میگی. بله برو بردر وایسا، برو تنها وایسا. نه قرار نکردی، نکنی راست میگی. بیا جلو ببینم. آره یخده بی جلو، یخده دیگه بی جلو. آره بی جلو بی شمود جلو. چه امری دارید قربان؟ من ندارم. الان چهار شبانه روز هیچی نخوردم، یه خودی نون و پنیر میگم. اطاعت قربان. چطوری بکنم همین؟
بفرمایید قربان، نوش جان کنید. چرا آخه نون پنیر رو میخوریم؟ این همه غذا هست، چرا نون پنیر میخوری؟ آخه میدونی چیه؟ بد عادت میشم، بهم بد میگذره. آخه من ماشینکم رو دروازی دارم، ناجور میشه. بخور چه باشه، میخورم پدرشم در میرم. خواهی نمیشیم، میشیم بخوام. نمیشه قربان. چرا؟ من اجازه ندارم. خب من بهت اجازه میدم. ولی آخه قربان یه عدیان نیا. میشیم بخوام، ما با هم رفیقی. چرا؟ حالا که اصرار میکنی میشه. نمیم بابا بخوام. اون دو خواهی نمیم. اینم دروغ. میشیم بیاد اینم بیاد بخوی اشتاد باشه. آخی عالی بود، بی نظیر بود. من در تمام مدت عمرم یه همچی شامی نخورده بودم، دیگه بهتر از این نمیشه. مگو جمعش کنن. چیزو؟ نو؟ کجا رو؟ دیگه چه امری داری قربان؟ یکی استراحتی قبل از استراحتی کمکی تفریح ازت برمیو. چه نوع تفریحی؟ تنباب و اقسام داره. بله. پس یه دونه رقص ترتیبشه بده واسه خود خودمون. آره بهتره. خود تبو خود اتو خودش اتو چی؟ موها تو بزن کنار و عشق کردن بگه چشات ای میداره اون زیر قایمش کردی. این شد یه چی؟ اون که سبک و میبینی جون که ناتو شد؟ گفتم بیاد وسط برقصه. این چیزه چرا برای من نمو؟ من چیکار اینجا میخوردم این؟ فقط رقص. فقط رقص؟ آره. خب تا دیگه برا چی شد؟ کجا رفت؟ رفت دنبال کارش. جونتو.
ولی من کجا بخوابم؟ همینجا وسط تخت خواب درست میکنم. شما بخیر، یعنی چه شما کجایی؟ ببخشید دیر خدمت رسیدیم، فرمایشی بود؟ خب معلومه، ببینم اون تشکیلات و اون سالون و اون تخت خوابینا کو همش رفت تو چرا؟ نه خیلی قربان، باد چرا خاموش کرد، شما هم خوابتون برد، ما هم افتادیم تو یه بیابون. اون کی؟ خودمونه. شبی کن اون رفت یه جا دیگه ماموریت. چی؟ میفتدیش پیش خودم ماموریت. ما قابل نبودیم یا اون قابل نبود. بخ بخ اینم بود اینکه بد چیزکی نیست. ببینم این فقط اینم فقطیه، هر کی با من میاد فقطیه. خیلی خب ببینم نمیشه ما بریم شهر؟ چرا نمیشه؟ آخه یه جریانی که خیته، نمیخوام کسی ما رو ببینی. منو که جز شما هیچکی نمیشه. نه شما هم این کلاره که بذارین سرتون، نه کسی میبینتتون نه صداتونو میشنفه، فقط ما ستا هم دیگر رو میبینیم و صدای همو میشنفیم. جون من، جون تو. میگم بعدی وقتا میخوام بعدی جامنو ببینم. خب کلاتونو وردارین میبیننتون. بعضی وقتا میخوام منو نبینن اما صدامو بشنوم. خب کلاتونو بیارین رو ابروتون، صداتونو میشنوم، خودتونو نمیبینن. آره چیکری میگی؟ خب بعضی وقتا دلم میخواد تو هم ببینن که محافظ من این یه وقت بلاملایی سرم نیارن. شما کلاتونو وردارین، ظاهر میشین، میدین من میذارم سرم، منم ظاهر میشم. یه وقت اینجوری لخت و پتی ظاهر نشی جلو مرد و آبرومو میره. نه کلارو که بذارم سرم، یه دست کت شلوار میاد تنم، درست میشم مثل آدم. مگه الان آدم نیستی؟ نوچ بردش اون لب و لوچته ببرم. ما روی آخر عمری با کی داریم را میریم؟ فقط میدونم فقطیه. خب دلیم این چی میشه؟ پری رو میگی؟ اسمش پریه؟ آره میخوره اینجام چقدر. خب دلیم این چی میشه؟ بهش بگو چجوری غیب میشم و ظاهر میشم. هر وقت ما غیب بشیم اونم غیب میشه. نه هر وقت ظاهر بشیم اونم ظاهر میشه. مرگ من جونت تو. نه من. خیلی خوب سلامت دعوت کن باید بریم شهر زود با. سکون تو لباس من عوض میکنی؟ لباس خودتو اون وقت کی عوض میکنه؟ پری. تو عوض میکنی؟ خب من خودش چی؟ تو عوض میکنی؟ من؟ باید لختش کنم که عوض کنم. با علامت. با علامت من خب بلد نیستم. هر کاری ما کردیم تو هم بکن. خیلی خوب. تقریبا این چراغ چی میشه؟ هر جا ما باشیم چراغم هست. ای خیلی خوب بذار بریم. بیا کجا؟ بیا کجا؟ لیون 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 لی
وای خدا چی شده من؟ خدای من چه قشنگ وای خدا باری چلو دستی در نکنه ببینه خوب شدم؟ آره درست شدی این جیمز باند. تو جیمز باند ها کجا میشدی؟ آخه سه چهار ماه این چراغ پیش شون کانری بود تو فیلم گولدفینگر ما به دادش رسیدیم. باری کلا بابا دست خوش خیلی کلکی اوخ جون وای این پری رو ببین چی بوده چی شد خیلی خوب خب دیگه را 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 بیفتیم را بیفتیم ببرمیم ببرمیم حالا ما این همه راه رو تا شهر باید بیاده بریم. نه نگاه کن کجا؟ تلفن چطوری تاکسی تلفنی خبر کردی؟ از اون سواله علکی کردی ها. راست هم میگی تو کدوم کارت با آدمیزاد میمونه که این یه کارت باشه؟ آها خیلی خب بریم. اینجا کجا؟ کلوره میگه بایست دارم ببینیم بدم بفرمی چکرم توف بفرمی این چرا یک توف میکنه؟ مجازش سرده نخه گرمه نخی سرگی ببرمین بفرمین ببرمین اینجا کجا؟ اینا کی هم؟ شغل ما رو بکن چکرم کجا برم؟ برو تو باید بگم جمعه عشقی داره بگی جو چیه؟ نه همینجوری مرد همینجا دو قبل خونه نگه دو این هم نگه بفهمید اخی برو بیرون تا کرم چقدر میشه؟ 56 تومن 56 تومن؟ بله 56 تومن بله دیگه شنیدی میگه 56 تومن آره 6 تومن 56 تومن بله 56 تومن 56 تومن تو مگه من نمیشنفه چکرم آقا که فرمونی 56 تومن بله 56 تومن همش 56 تومن بله 56 تومن دیگه تومن بگی اینا کجا را؟ این دفعه دیگه را به این روزگار مختلف شدید این ها کجا رفتن؟ این ها کجا رفتن؟ چه بخود؟ ساختمان این هتل 11 طبقه است که آتش سوزی از طبقه ششم آن شروع شده ساختمان این هتل به سختی آسیب دیده و ماموران هم اکنون خارج کردن مقتولین و مجروحین این حادثه علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست. بله قربان. سه تا پپسی خنک ورده بیار. این ساعت را با گزارشی از ویتنام پایان می‌دهم. چه رانندگی تاکسیه؟ چه خبره بولی؟ این لبه جاویدون شد. در اولین ساعت بامداد امروز با مافیاهای قورپیکر به 52 چندین بار هانوی پایتخت ویتنام شمالی
و بندر هایفونگ بزرگترین بندر این کشور را به شدت بمباران کردند. ببینم تو نمیتونی یه کاری بکنی این جنگ ویتنام تموم بشه؟ چرا؟ چون اولای گنده ترم من اونجا هستم. ببینم راستی خود پول مول جور کن. پول نداری؟ راننده تاکسیه که بیچاره رفت، اما اینجا بعدی که پول نداری بری. چیه بگی من بخندی؟ اگه بگیم تو نمیخندی گریه میکنی. چطور؟ من همه کاری میتونم بکنم، فقط تهیه پول از دست من برداشت میگی؟ چون تو پس تو به چه دردی میخوری؟ تمام بدبختی های من سر پوله؟ خب دیگه. خب بلبل که خبری نی، تو یاروش و گرقوه چی نایمده قیب بشی میگی؟ باشه بگی من کنه بگی بگی بابا جیبی شده نگه بابا درد میکنه دیگه نمیتونم را بیام. میخوای تو برو باغ تا ما بیای؟ باشی باغ دیگه کجا؟ از امشب دیگه نمیریم تو اون قلعه خرابه، میریم باغ. کدوم باغ؟ یه باغه که هیچ کی توش نیست، صاحبش مرده، فک و فامیلش هم 12 سال سر تقسیمش دعوا دارن، فعلا خالیه، ما میریم اونجا. مزه داره انگ امشب دعواشون تموم بشه و بیان باغ. بیان، اونا که واسه ما کاری نمیتونن بکنن. چرا؟ از اون ساله علکی کردی ها. راشم میریم اینجا میخاره، تو برو باغ و سال پذیرایی شب هم جور کن تا ما بیان. باشه اون با چی رفا؟ با خودش، الان هم تو باغه، اینجا غیب شد اونجا ظاهر میشه. نمیشه ما اینجا غیب بشیم تو شهر ظاهر بشیم، خسته شدم. چرا نمیشه؟ اما باید نفس نکشیم. خوب نفس اینجا میمیرم خره. فقط یه لحظه از وقتی غیب میشید تا ظاهر بشید. ترسیدم. خب بزن بریم. بزن بریم. این چیه؟ اونجا رو بیچاره. چرا من این فقیر یه چیز بهش بگیم؟ نه، آدم فقیر بیچاره نیست، آدم کم‌عقل بیچاره است. تو از کجا میدونی کم‌عقله؟ داره میره یه جای گول بخوره، پسره بهش میگه به اندازه تمام ستاره های آسمون دوست دارم. دخترم میگه منم همینطور. چرا نمیه خونمون با مامانم صحبت کنی؟ پسره میگه میخوای بیا مثل اون دفعه بیرونم کنه. خلاصش که پسره میخواد گولش بزنه. ببینم تو اینو را کجا میدونی؟ بازم از اون ساله علکی کردی ها. میخوای بریم نشونت بدم؟ بریم نشونم بده ببینم. میبرمت نشونت هم میدم. اینی؟ آها یالا مواظب باش کلاهت نیاد رو ابرود، صدا تو میشنفن. من که حرفی نمیزنم. نفس که میکشی، مواظب باش دیگه. خوشو گفتی.
دیگه چته؟ یه فکر بکن، این پسر اینطور که من میبینم اینه بیگیر نیم؟ نبیذارم بی اسمتش کنی، نه تا شیکا بکنی مثلا؟ حالا نگاه کن بخ بخ، خجالت نمیکشی دختری بی حیا؟ مگه من به تو نگفتم دور دختر من خط بکش؟ مگه نگفتم دخترم رو شوهر نمیدم؟ چرا باز پاپی اوم شدی؟ بابا شهرزه، پدر ما میخواییم با هم ازدواج کنیم بدون اطلاع خانواده؟ من رفتم خواستگاری، اما همین خانم من رو از خونش بیرون کرد. میخواستم بیرونت نکنم؟ نه مامان، هیچ اتفاقی نیفتاده. من که باور نمیکنم. از دست تو و پسرت شکایت میکنم. خدایا خودت رحم کن، من دیگه رو ندارم تو رو فامیل نگاه کنم. آبروم پیش همه رفت. خدایا چیکار کنم؟ تو پسرای هرزه رو که تکلیف تو روشن میکنم. من میدونم تو زندانیت میکنم، بیچارت میکنم. ای بابا پرید زل نزد تو چشای من. وای خدایا چه دور و زمونه شده، آدم چه چیزا میبینه. شیطونه میگه برو بزن تو سرش. خدایا بلنشو داماد عزیزم، من به وجود تو افتخار میکنم. یک عروسی براتون بگیرم که تو داستانا بنویسن. هفت شب و هفت روز بزن و بکوب و جشن و سرور و شادی. حالا که اینقدر همدیگر رو دوست دارین، ایشالا به پای هم پیر بشین. پاشو بریم، ما کار خیرمونو انجام دادیم. حالا چه عجله، یه دور هم نشستیم دیگه. گلا داره، اون دیگه شوهر داره، نامر. راست میگی، این چی آدم نبود، بزن بریم. تو گریه میکنی؟ تو که همیشه میگفتی مرد بدی بود و مردم رو اذیت میکرد، حالا چه تو گریه میکنی؟ چی بود منو بزرگ کرده؟ باعث مرگشم من شدم. نه تو که کاری نکردی، حرص و طمع پول اونو کشت. چی بود گذشت؟ باغ اینجا؟ بله. پس باغ اینجا؟ بله. آه، هی باغ و باغ و باغ که میگفتی اینجا. بله 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 باغ اینجا. بله از باغ اینجا. آه، چقدر سوال میکنی. پس تو که میگفتی پری میاد باغ، اگه اینجا باغه پس کو پری؟ که پری وسط باغه. باغ شما وسط هم داری؟ بله. وسط باغ دونگودا؟ خب وسط باغ دیگه. پس وسط باغ شما وسط باغی؟ بله. هری هم وسط باغی؟ بله. پس حالا که وسط باغ شما وسط باغی، بریم وسط. بفرمه هری دو؟ نخه از این طرف، بفرمه. بریم پر پر پری، پر پر پری، پر پر پری، کجای پری؟ کو پری؟
امشب اون پول نعمتی هر جوری دلم میخواهم بکنم. لطفاً دستور بدین سفره رو جمعش کنم. با پریه خودتون بهش بگیم. لطفاً دستور بدین سفره رو جمعش کنم. من اینجوری حرف نزن، یه جوری میشم. من بمیرم تو هم یه جوری میشی. نه بابا شوخی کردم. یه دفعه دیگه این شوخی های بیمزه با من کردی نکردی. شش بابا من اینجوری هر دارم. بابا من این چه گناهی کردم؟ تو رو خدا اینجوری هر من از سفره رو جمع کن. من فقط گفتم سفره رو جمع کن و اونا کجا رفتن؟ ناراحت نباشین، براتون برنامه ترتیب دادیم. من بمیدم. چه برنامه این؟ سورپرایز. مثل اینکه قولی حرف زد، من نفهمیدم چی گفت. به انگلیسی گفت سورپرایزه. به انگلیسی گفت. این شد یه حرفی. یعنی چی؟ یعنی بشین ببین چی میبینی. خیلی خوب، میشینی میبینی چی میبینی. یالا بزن بریم سورپرایزش کن بریم. نه اینجوری میترسم آخرش بگیره که کار دست ما بدی. برگر یه جوری دیگه سورپرایزش کن. اینجا کجا؟ همینجاست که باید بشینیم ببینیم چی میبینیم. رامه میخوامه. سلام من آوردین اینجا چی کار؟ حالا نمیدونم، به من گفتن سورپرایزه چی پرایزه. حالا خوب شد تو رو آوردم. یالا یالا سورپرایزش کن ببینیم. منتظر گروه لشگریه. شروع کن گفتم بی
کجا رفته؟ عروسی؟ از عروسی مردم آورده بودمشون. خب باید برن دیگه. عروسی بودن؟ نمیشه من بریم عروسی؟ نوچ جمع کن اون لب و لاچتو بزن بریم. میگم چطور من همینطوری قیبی بدن تو مورده؟ چرا یواش حرف میزنی؟ میخوام کسی نفهمه. از اون حرفا علکی زدی ها. یه جدم نبود. میگم بهتر من همینطوری قیبی برم تو حجره، کلامو بکشم رو ابروم، فقط صدامو بشنوم، بترجونمشو ازش حرف در بیارم. اگه منو ببینه زود تحویل پلیس میده. از اون بدجنسان پسر برادر حاجیه، خاطرخواه پروانه هم هست دشناتون. پسر برادر حاجیه و اونا رو اذیت میکنه؟ چجور پسر برادریه؟ مگه شما همچی پسر برادرهایی نداری؟ نه. و ما داریم، زیادش هم داریم. من رفتن هوای منو داشته باشیم. برو کاری داری؟ نه لکن خوبت. بله خوبت خان، بیرون رو نگاه نکن، من توی حجرم. من احمد هستم، یعنی روح احمد هستم. هر کی هستی دست از این شوخیه بیمزه وردار. حرف بزن، نصف عمر شدم. اون نصف عمرت هم میگیرم. زود بگو ببینم چی به سر زن آقا و پروانه خانم رو بردی. ما خبر ندارم. ما خبر نداری. اول بگو ببینم تو کجا هستی، من چرا نمیبینم. واسه اینکه تو آدم نیستی. اصلا چیکار به این کارا داری؟ جواب منو بده. من خبر ندارم. من چه میدونم؟ خیلی خوب، پس اشمدین تو بگو چی کار میخوای بکنی؟ شناسنامتو باطل میکنی. یه کارت چیز تو دستمه، هیچ کس هم من نبینه. تا دسته تو قلبت رو میکنم، بعدم هم همه فکر میکنن از عشق پروانه جونت خودکشی کردی. تو این کارو نمیکنی. چرا تو میبینی؟ آره دیگه موقعشه که حسابتو رو بریزم. تا این دختره بیچاره پروانه خانم دختر عموتو میگم، داد میزنه من قباد احمق رو نمیخوام. تو این مودماغش میشی. آره یه قبادی بسازم که دو تا قباد دیگه پریش در بیار. نه سب کن، هرچی بگی گوش میکنم. چون بکن بگو چی به سرشون رو بردی. چشم، اونا جاشون امنه، امنه، تو خونه من هستم. چرا بازیشون اونجا؟ پدرتو در میارم. چرا 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 چرا؟ خودم مواظبشون هستم. اونا که دیگه چیزی رو ندارن. من جز تو میگی همه کرد. وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. آقا من به خداوندی خدا میکشمت. میکشمت. نه احمق. مرد زود باشیم بچه ها، جاشون رو پیدا کردن، باید بریم خونه قبادی ها. زود باشیم. خب بزن بریم. بزن بریم. بزن بریم. کی میگه دل خریدار نداره؟ کی میگه؟ کی میگه دل خریدار نداره؟ کی میگه؟ کی میگه دل خریدار نداره؟ این دل و دل و دل و دل و دل و دل خوش منو دل آخی دل و دل و دل و دل و دل و دل خوش منو یاره رو دیدی؟ با دلش یه قمیشی میومد. دل درد داره از این طرف. دل دل میگه بریم. چطه احمد آقا؟ بعد جوری تو فکری؟ دلم داره آتیش میگیره. دلم میخوای این قبود بدجنسی بگیرم همچین آقا بدم تو حسابشو بریزی. چرا؟ از اون موقعی که من یادم میاد این مزاحم زندگی اینا. چرا؟ دختر آقا رو دوست داره، دخترم دوستش نداره. خب به تو چه؟ راست میگی؟ تا چطور به من چه؟ من تو این خونه بزرگ شدم. چه نسبتی با هم داری؟ هیچی. اما پس چته؟ خودم هم نمیدونم. از وقتی یادمه تو خونه حاجی بزرگ شدم. چاقی من ماله اینه که با پول نزول بزرگ شدم. راستی ببینم تو شبه هم نزول خور هم؟ نه چطور مگه؟ آخه دیدم تو چاق و چله و کت و کلوفتی. گفتم نکنه داشته باشی. نه
خیلی دلم میخواد بدونم چطور شد من تو خونه حاجی بزرگ شدم. بابا ننم کیا بودم؟ خوب کاری نداری؟ نه تو خبر داری؟ نه، یه سینما تای این خیابونه یه فیلم میده خیلی قشنگه، این سرگذشتتو نشون میده، بریم ببین. پشو بگیم بس باقیه فیلم چی نمیخواد ببینیم؟ تا هم اینجاشو نمیدونستم، بقیهشو میدونم، حاجی و زلاجی منو بزرگ کرده. پشو بگیم اگه بفهمی میری شکمشو سفره میکنی. آخه چرا؟ ده نپرس جان من. چرا بابا مولو میزن؟ من یه چیکار کرده بیم؟ داری از اون سوالا علکی میکنی؟ ما میخواستیم بفهمیم بابا ننمون کیا بودن که فهمیدیم دیگه. چیکار داریم که اون تو خونه ما چیکار؟ فهمیدم حقش بیم، ولی مامانم چله بابا چله ما نه ایچله خودم ایچله من بله ایچله من مگه نه؟ مگه نه؟ خودتو ناراحت نکن، امشب یه برنامه خوبی برای ترتیب میدم که حذف کنی.
آخی اینجا کجا؟ بهت که گفتم شب واسط برنامه ترتیب میدم. مثل اینکه ترتیب خودتونم دادی ناگل آتی شدی. نگاه کن چی دوست داری واسط برنامه اجرا کنه؟ فقط رقص نباشی، آوازه باشی. خب کیا دوست داری حاضرش کنم؟ گوگوش، یه کاری هم باش دارم. گوگوش؟ اگه ایرون باشه او همیشه مسافرت. مثلا اگه مسافرت باشه نمیتونی حاضرش کنی؟ باز از اون سوالای علکی کردی. آره علکیه. پس میتونی. آره کلا رو به آره بگی به سرت همون ظاهر بشیم ببینتم. آره سلام. سلام کوکوش خانو. میرزا احمد آقا شمایی؟ آره عزیز دلم خود سبب. تو کجا اینجا کجا؟ سلام کجا پیدا دیمار نمینی خوشی همش به گشت مسافرتی. شما احمد آقا را کجا میشناسین؟ اینم از حاجی پول نزول کرده بود، گفتم یه کاری باش دارم. بیا بیا این چکاتو بگی زود پارش کن. یعنی دیگه نباید اینقدر پول بگم؟ نه بابا بس اینقدر دیگه نزول دادی. جانم جان عوضش الان وسط سنگ تموم میدارم. برگی بابا برو بزی بینی. زندگی یکی دیگه بخون. دلم از قصه داره خون میشه دریا کاری کن. غمم و مثل موجود تو سادر خالی کن. بابا تو که گفتی سنگ تموم میذارم، این که سنگ نیمه تمومم نیست. از اون سنگ تموم ها که میتونی بذار سنگ تموم تموم. مگه ما بذار
اون کجا رفتش میخودی؟ رفت اروپا. نمیشه بیشتر بمونی؟ نوچه نردشون لب و لوچته ببرم. خیلی خود زودتر بریم بگیریم بخوابیم. صبح زود باید بریم در خونه قباد نشونی خونه جدیدش و عباق بونیش پیش. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. آمد آقا بسی که با خوب شد؟ نه هنوز پون درد میکنه. میگم که خوب نمیخوای همه را رو بری تو چراغ بگیری بخوابی، همینجا پیش من بخواب. فقط بله بابا، امشب که اون فقط رقصم که نکرد. اگه مردی بالاخره یه شب تر تو شیره میمونم، اینجا پیش خودم نگرش میدارم که تو تنهایی بری تو چراغ چپه مرک تو بگیری. چی؟ بابا اون اینجوری هستن. یالا بابا باشیم بریم بگیریم بگاهی کنن رو به من بده من بابا امشب که نشومی نه شبی نه دخت خوابی نه رخت خوابی نه خوش کنی.
طبق نشونی باید همینجا باشه، خونه مرحوم حاجی همون پشته. فرمان خانوم، خانوم آقا، فرمان خانوم، خانوم آقا. کجا؟ کلا رو بردارم منو بیچاره ها ببینن. سلام فرمان خانوم، خانوم آقا، شما اینجا چی کار میکنید؟ در اونجا، الان میام. یه قفله رو بازش کن. سلام احمد، کجا بودی؟ چه عوض شدی؟ بگو ببینم کجا بودی؟ قضیهش مفصل بعدم برای تو میگم. بگو ببینم قباد کجا؟ تا یکی دو ساعت دیگه میاد، نمیدونی چی به روز ما آوردی. یعنی چیزی هم به روز تو آوردی؟ نه، خیال بد نکن، خیال داره بلای سر دخترم بیاره، اما تا حالا فقط اذیت کرده. خب شانس من و دخترم بهتر از این نمیشه. پدرش در میادم. الان چه کاری از دست من برمی و وسطتون بکنم؟ والا از صبح تا حالا ما این تو زندانی هست، یعنی هر روز زندانمون میکنه و میره. امروز زورم نیمد، ما هم همینطور گشنه و تشنه اینجا موندیم. گرسنه تونه؟ آره. خب این که چیزی نی، بیشینی بیشینی الان وسطتون غذا بیار بفرمایید. شنیدی؟ گرسنه شونه، غذا بده ببینم. مکی گدا بفرمایید، بفرمایید. از کجا آوردی؟ جریانش مفصله، بعدم برای تو میگم. با چی حرف میزدی؟ جریانش مفصله، بعدم برای تو میگم. نکنه زده به کلت؟ آخه این کارا چیه میکنی؟ جریانش مفصله، بعدم برای تو میگم. حالا بگی ببینم قباد که میاد با شما چیکار میکنی؟ با چند تا از دوستای اوباشش میاد، میاد سر وقت ما، یه خود تهدیدمون میکنه، بعدم میرم بالا عرق خوری یا الباتی. داره نقشه میکشه خونه ما رو با پرونده سازی بالا بکشه. بابام هم که دم مرگ حرف نزد، اصلا نگفت پولاش کجاست. ما هم که دیناری نداری، همین خونه برامون مونده که اونم داره از چنگمون در میاره. نه ناراحت نباشی، من خودم وسایلی دارم که جای پولا رو میتونم پیدا بکنم. ببینم پولا رو کجا قایم کرده؟ تو زیر زمین. تو زیر زمین خونه‌تونی. احمد جون، تو مطمئنی حالت خوبه؟ جملگی ها، آره نه نگا. احمد جون، با کی حرف میزنی؟ از کی میپرسی؟ از کجا میدونی پول تو زیر زمینه؟ جریانش مفصله، بعدم برای تو میگم. شما بهتره برین خونه گلی خانومینا، ما هم همینجا میمونیم و حساب قباد و دار و دستشو میرسیم و سندم ازشو میگیریم، درست داره؟ گفتی شما ها؟ من کسی همراهت؟ آره. پس کوشش. جریانش مفصله، بعدم برای تو میگم. یالا یالا پاشین پاشین برین خونه گلی خونی. بفرمین 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 بفرمین. آوی مکی یاقی چیه؟ چطور چرا چهار میزنی؟ خستم. مگه شما خستم میشین؟ خودمون تو خودمون باشیم نه. اما زندگی با شما قول و خسته میکنه. چطور مگی؟ والا 100 سال پیش این چراغ یه 6 سالی دست یه نفر بود. فقط تو اون 6 سال یه دفعه روشنش کرد و منو احضار کرد. اونم میگه چی؟ به قول خودت نوچی. تو بیابون گرفتار طوفان شد، تشنه شد، منو احضار کرد، یه چک آب خواست. اما تو این مدت کم که من در خدمت شما بودم دم به ساعت منو احضار میکنی، شب و روز ازم کار میکشی. خب خسته میشم. دور زمونه با اون وقتا فرق کردی. من یه کار کوچولویی دارم، اونم نجات این دختر و مادر از دست قبادی و تصویه حساب باز. بعد از اونم دیگه کاری ندارم، میتونی بری. راستی کجا میری؟ هر جا شما بگی. من میخوام به کلی آزادت کنم. اون وقت کجا میری؟ میریم تو آسمونا پیش فک و فامیل ما. ببینم آرزویی هم داری؟ آره. چه آرزویی؟ این که قول بمونم. چرا؟ واسه چی نمیخوای مثل ما زندگی کنی؟ زندگی شما ها 3 مرحله داره، تولد و زندگی و مرگ. اول و آخرش خوبه، تولد خوبه، مرگم حقه.
ولی قسمت وسطتون یعنی زندگیتون خیلی درب و داغونه. چشم ندارین همدیگه رو ببینین، همش واسه همدیگه میزنین، درد سر درست میکنین. من هیچ وقت دلم نمیخواد مثل شماها باشم، همون بهتر که قول بمونم. کی زندگی ما بدی؟ راستم میگی، ما جز درد سر هیچی نداریم، اما شما ها یا تو چراغین یا شب تو باغ با ده دوازده تا پری. اونم چه پری هایی؟ من یادم رقص. راستی ساعت چنده؟ چهار بعد از ظهر. این ساعت به این گندگی همیشه تو جیبته؟ نه، الان که شما خواستین حاضرش کردم. از کجا؟ بازم از اون ساله علکی کردی ها. میدونم علکی بود، نه چه کنم، من یادم میره. چرا؟ بازم از اون ساله علکی کردی ها. او مثل اینکه قباد اومد. هره ببند. برای اون که چرا بازه؟ پروانه زنمو زنمو پروانه درست مثل اینکه یه نفر به این پشت پا زد. با عجله اومدیم پاتون گیر کرد. مهم نیست، پروانه و زنمو نیستم، هرچی هست دست این احمد بدجنس تو کاره. حالا چیکار کنیم؟ بهتره هرچه زودتر جنس را اینجا ببریم که یه وقت گیر نیفتیم. نه، جنس ها مهم نیست، پروانه از همه مهمتره. شتا مهم نیست، 700 صندوق سیگار و 300 کیلو تیرکه. گفتم اونا مهم نیستن، کسی که خبر نداره که. پروانه و زنه بود نمیدونن؟ نه، خوب از چنگم در رفتم، میخواستم امضا ازشون بگیرم و خونه عمو بالا بکشم. حالا میگین چیکار بکنم؟ چمچاره من احمده. احمد؟ آره الانم اینجاست، صداشی که شنیدین. هرچی بهتون گفتم اومد بجره بهم خندیدی، حالا خودتون دیدین که حتی تو افتاده رو ها. بگیرینش. چی خود؟ احمدو. کجا؟ همینجاست، بگیرینش. از جاتون تکون نخورین، سند رو بذار لب حوض و برگ از در جاد. یالا گفتم بذار لب حوض. یالا بجوم. یالا سنده که دادم، دیگه چی از جونم میخواد؟ جون تو. من چی کار کردم؟ چی کار کردی؟ یه در بیچاره کرده دازه میبرسه چی کار کردم؟ تو رو خودم منو ببخش، من میرم، دیگه این طرف هم پیدام نمیشه، هرچون بگی میرم، منو ببخش. شلوغش کنی، من بذارم در برم، بعدم ترتیب میدم که شما از دستشون خلاص بشید. دری؟ کجا؟ در را. هر چی بخوای بهت میدم، بیا از سر تقصیرات من بگذر.
کجا ازت بگذاریم؟ به من رحم کن. مگه تو به کسی رحم کردی؟ اما اقلا به من رحم کن. من که کارو بدی نگردم، همش تقدیر گمان نامرد. آخه چرا میداریش نامرد؟ خیلی خوب، ما که همه درا برامون بسته است، بالاخره میخوای چیکار کنی؟ هر کاری میخوای بکنی زودتر ما داریم دک میکنی. مام همینه میخوای. برو تو ساختمون تلفن کن، پلیس بیاد بهشونم بگو اجلاس قاچاق توی همین خونه است. چشم قربان. ما همینجا میمونیم، پلیس که اومد خودش اینا رو دستگیر میکنه و خیال ما رو راحت میکنه. مگه کس دیگه هم با شما هست احمد آقا؟ حالا دیگه ما احمد آقا شدیم. بله کسی دیگه هم هست. صدای زن به گوشم خورد. زن من نه یکی و دوتا، ادمو خیلی زیادی. الان به نشون میدم. یه کاری کن، منو تو کی یواشه که صحبت میکنی مصده ای 30,000 نفر بده اینا جا بخورم ما بخندیم. صدهات کجا؟ از افراد ما. مگه شما چند نفر؟ 30,000 نفر. غلط کردم. دلم میخوای یه کاری بکنی، این جنازه بشه که تا پلیس میاد از جاش تکون نخوره. بری سراغ اونو. تلفن کرد. این چیه؟ برای مغز اینه. مغز این؟ خیلی خوب، پیشین یکی دوتا خوراک مغز درست کن تا ما برگردیم با هم بخوریم. آی آی آی، این فکر تکون خود اینم مثل قبار جنازش کن. یا لزو کن اونو اونم جنازش کن. حالا مثل قبار یه کاری کن از جاشون تکون نکنن تو پلیس بیا. چه جور فوتیه؟ قولیه. قربونتم، نه مثل اونای دیگه جنازهش کن تکون نخوره. جیم 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 جنازه. جیم 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 جنازه. پش 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 جنازه. بدم بریم. بدم بریم. گای خنده گای خنده. ماجرای با وزی خراب. حالا خیال دارم بعد شما رو ببرم سر خونه زندگی تو. خودم ببرم دنبال کارم. کجا؟ دنبال کار. بالاخره یه جوری دست بالمو بهم میکنم. نه احمد آقا، شما پیش ما میمونی. زن آقا دیگه خونه شاگردی بد تبه. کی گفت خونه شاگرد؟ شما باید بری حجره دنبال کارهای حاجی رو بگیری. من غلط بکنم دنبال کارهای اون خدا بیامرز رو بگیرم؟ از اون کارها هم من بر نمیام. نه اون کارا.
حاجی مگه جز کار نزول کار دیگه هم داشت؟ چرا؟ گاگوداری هم معاملات قالی داشت، شما همونو دنبال کنید. اینطور به من شما نگو دلم بالش میره. ایوا خب پس چی بگم؟ هرچی دلت میخواد بکن. تو رو به خدا دیگه حرفشم نزنیم، ما جز شما سرپرستی نداریم، به خصوص پروانه که اگه شما بدید به کلی تنها میشه. مگه؟ او خیلی دلواپس شما بود، تو این مدت همش حرف شما رو میزن. ببین حالا میفهمی من کی هستم؟ پشت منم دلواپس میشم. ما قبلنم میدونستیم. دن آقا من اگه ببونم شرط و شروطی داره. چه شرطی؟ من دیگه داره ازم میگذره، میخوام زن بگیرم. خونه شما که نمیشه. بابا چرا نمیشه؟ خودم برای یه عروسی ترتیب میدم که حس کنیم. بخی کیو بگیرم؟ هر کیو دلت خواه. من چیزی آخه من پروانه نمیخوام. اتفاقا من میخواستم این پیشنهادو بکنم. خود پروانه چی میگه؟ دخترشون بگو دیگه، بگو که موافقی. حرف تو دهن دختره میذاره؟ نه آخه من یه چیزایی میدونم. آره یا نه؟ اینا فقطه؟ نه آزادی. واسه من نه فقط. چرا من تو چطه؟ آخه این زنمه. پس بگو اینقدر فقط فقط میکردی. خب بره در از اول میگفتی. حالا واسه این که من نامزد پیدا کردم و تو هم دست رو شده که زن داری، یه برنامه مجلل ترتیبش بده. ای بیچاره. دیگه هرچی میخوای از یه اتبارا بیام، هم تو شوهر داری هم من دیگه دلم یه جوری نمیگه. احمد جو موضوع چیه؟ وای خدا چرا همه با من اینطوری حرف میزنن؟ تو بگو تو بگو یه برنامه درکی میشه بگیم. فقط خودتو فقط خودم یه رو دید باشه درکی میشه بده. Thank you.
چشمای نار منو خوابم میکنی میگم میخوام ای جوابم کنی میدونم میدونم صد خاطر خوادادی با تموم اینا تو دلم جا داری در پیش چشام پروانه و احمد آقا باید سنگ تموم بذارید ما دیگه نیستیم مرخص میشیم چرا؟ از اون سال احلکی بودا نه خیر شما هم حتما باید باشید آخه ما قرار گذاشتیم که وقتی احمد آقا کارشون با قبادی سر شد ما رو آزاد کنن که بریم این کار مهمتر از کار قبادی قباد که تکلیفش روشن شد
شما تا بعد از عروسی هم باشی. پس زودی دست به کاشی. خیلی خوب، ما تو همین دو سه روزه عروسی میکنیم. خسته ببینم تو چطوری خلاص میشی؟ من باید چیکار بکنم که تو خلاص شی؟ تو باید فیتیله چراغ رو دراری بخوری تا ما آزاد شیم. ناراحت نباش، یه کاریش میکنیم خوشمزه بشه. با تو خیلی خوب بابا، قربان شما. من کی باید فیتیله چراغ رو بخورم؟ آخر مجلس عروسی فیتیله رو بخورین ما میریم. کجا میریم؟ از اون سواله الکی بودا. آخه بابا این که نمیدونه که. مثلا خودت که میدونستی چرا گاهی سواله الکی میکردی؟ اینه من اون سواله الکی بودا. ما میریم تو آسمون. کسی احمد آقا دوست داریم واسه عروسیتون چی کار کنیم؟ نه نه عروس عروسی من سب کن خون زندگیتون رو جور میکنیم. اون برنامه هم چشم. Don't be inside.